با سلام و خسته نباشید حضور بینندگان عزیز و محترم، امروز در خدمتتون هستم با آموزش یه دسر خوشمزه و ساده. ما برای این دسر مواد اولیه‌اش رو بهتون توضیح میدم. پودر کاستل نیاز داریم. برای یه لیتر شیر 5 الی 6 عدد 6 قاشق پر از این پودر رو نیاز داریم. 1 لیتر شیر، موز 2 عدد ریز خرد شده برای داخل کاستر، مغز گردوی ریز شده و موز 2 عدد هم حلقه شده برای تزیین کاستر. پودر ژلاتین نیاز داریم. پودر ژله نیاز داریم به میزان 1 بسته. میتونیم از رنگای شاد مثل قرمز، آبی یعنی بلوباری استفاده کنیم، انار استفاده کنیم یا آلبالو. من اینجا از آلبالو استفاده کردم. برای هر 1 لیتر شیر ما 7 قاشق غذاخوری پر شکر نیاز داریم. من ابتدا پودر ژلمون رو آماده می کنم. 1 لیوان پر برای یه بسته ژلاتین آب داغ نیاز داریم که این من آب رو میریزم روش. لیوانه اونم از همین لیوانه دسته دار باشه مناسبه. هم میزنم. من اینو رو حرارت مستقیم با شعله کم میذارم تا ژلمون شفاف بشه. من ژلمو گذاشتم رو حرارت مستقیم با شعله کم. اگر این کارو کنیم ژله ما شفاف میشه و به نظر من حتما این کارو انجام بدید. من قشنگ کم میزنم در حدی که ژله توی اون آب جوش حل شه. و مرتب همش میزنم. تو این مرحله اگه دقت کرده باشید قشنگ ژله هامون حل شده. زیر شعله رو خاموش میکنم، ژله رو بر میدارم و یه لیوان آب سرد به ژلمون اضافه میکنم. هم میزنم و این ژله رو کنار میذاریم. اینو برای روی دسرمون نیاز داریم. خب در اینجا از پودر کاستلمون، این پودر کاستل شامل نشاسته ذرت و مواد افزودنی خوراکیه که آماده شده اش. اگه شما میخواستید میتونستید از همین پودر نشاسته استفاده کنید. قاشقامون رو به این اندازه پر میکنیم. 1 برای 1 لیتر، 2 3 4 5 تا. هر چقدر که پودر رو ریختیم 1 قاشق بیشتر شکر میریزیم. البته بستگی به ذائقتون هم داره، میتونید اینو شیرینیشو کم و زیاد کنید. 1 2 3 4 5 و 6 عدد. من اینو تو ظرف PX آماده میکنم برای اینکه این حل شدن این پودر رو کاملا شما مشاهده کنید. اینو کاملا هم میزنم تا پودر کاستل و شکر توی شیر سرد کاملا حل بشه. بعد منتقل، وقتی کاملا حل شد منتقل میکنم روی حرارت مستقیم و مرتب هم میزنم تا غلیظ بشه. در اینجا من کاستلمون رو روی حرارت مستقیم گذاشتم. شعله نباید زیاد باشه، باید کم باشه. مرتب هم میزنیم. تقریبا 25 دقیقه باید هم بزنیم تا موادمون به جوش بیاد و غلیظ بشه.
همونطور که مشاهده میکنید دسر ما داره غلیظ میشه. میخوام غلظتشو با قاشق بهتون نشون بدم. ببینید نباید از این سفتر نه از این شلتر بشه. من یه ذره زیر حرارت رو کم میکنم تا قلقلای ریز ریز کنه و بوی زخم آردو بگیره. یه دو دقیقه هم اینطوری رو گاز باشه. من از رو حرارت برمیدارم. غلظتش رو ببینی. خب توی این مرحله دسرمون رو از رو حرارت برمیداریم. کاسته رو از رو حرارت برداشتم، مرتب هم میزنم تا از داغیش کم بشه. تو این مرحله مغز گردوهایی رو که ریز کردم توش میریزم، هم میزنم، یه ذره هم میزنیم تا این مغز گردوها تو این دسر کمی پخته شه. بعد از اون دو عدد موز داشتیم که موزا رو ریز ریز خورد کردم و به موادمون اضافه میکنم. این دسر واقعا خوشمزه است، حتما اینو تو خونه تهیه کنید. خب وقتی که این به این حد رسید یه ذره هم میزنم تا از حرارت بیفته. میتونیم اونو تو گیلاسای تک نفره یا ظرفای کمی بزرگتر بکشیم، تزئین کنیم که من الان اینجا بهتون نشون میدم. یه ذره که این دسرمون از حرارت افتاد با یه ملاقه دو سوم لیوان و دو سوم گیلاسمون رو پر میکنیم. میتونید تو ظرفای بزرگتر هم این کار رو انجام بدید. من اینا رو همه رو این ظرفا رو پر میکنم، بعد میذارم یه ذره خنک بشه. تو اینجا باید حتما کاستل کمی خنک بشه. ژلاتینی هم که قبلا درست کردیم، ژله ای هم که قبلا درست کردیم باید کاملا سرد بشه، یعنی وقتی دست میزنیم کاملا خنک باشه. خب با موزایی که آماده کردیم هر تزئینی رو که دوست دارید میتونید روی ژلتون، روی دسرتون انجام بدید. حتی برای توی این لیوانم، توی این گیلاسم میتونید هر دسری رو که هر تزئینی رو که دوست دارید انجام بدید. میتونید موز یا میوه‌های مختلف براش استفاده کنید، از توت فرنگی، گیلاس، هلو، شلیل، هر میوه‌ای که دوست دارید. من ترجیح دادم اینجا از موز استفاده کنم. من کاستل رو ریختم توی ظرفای مورد نظرم، با موز تزئین کردم. حالا باید ژلاتینا رو روش بریزم، این ژلمون رو بریزم. این ژله رو به آرومی با یه ملاقه کوچیک شروع میکنیم روی کاستلمون میریزیم. میزانش بستگی به خودتون داره، چقدر دوست دارید ژله روش باشه. من یه ذره دیگه به این اضافه میکنم. بعد اینو به مدت 3 ساعت در یخچال میذارید تا ژلمون بگیره. برای روشم دوباره روی این ژله رم میتونید با خامه زده شده تزئین کنید. من بعد از اینکه از یخچال در آوردم آماده شدهشو بهتون نشون میدم. آماده شده.
شد، من تزیین کردم، گذاشتم 2 ساعت توی یخچال مون و ژله کاملا روش گرفته شده. امیدوارم این دسر رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. و دوباره یادآوری میکنم برای اینکه ما رو در بهبود کاریاری کنید، حتما برنامه ما رو اشتراک گذاری کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.